سلام، آرزو هستم از فالکدی آرزو. امروز هم رسیدم خدمتتون برای پاسخگویی به نیتهای شما با چای و حافظ شیراز. امیدوارم که پاسخ نیتاتون رو بگیرید. طبیعتا بعد انرژی مثبت رو به بنده انتقال بدین، انرژی مثبت رو از این فضا دریافت کنید تا بهترین ها براتون رقم بخوره. من هر آنچه که ببینم خدمتتون عرض میکنم. امیدوارم که دونه به دونه بهتریناش براتون رخ بده. انشالله الهی آمین. لطفا نیت کنین تا با نام خدای مهربون مثل همیشه آغاز کنیم. بسم الله. پاسخگویی به نیت های شما با چای و حافظ شیراز. ببینیم چه چیزی رو میخواد بهمون خبر بده. قلبی، احساسی، حاجت روایی، مشکلاتتون انشالله حل بشه، گراهاتون باز بشه انشالله، به خواسته های قلبیتون برسین. هر کس هر خواسته‌ای که داره انشالله که به مراد دلش برسه انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو چند تا نیتمون رو با چای شروع میکنیم. بسم الله. لطفا نیت کنیم دوستان. امیدوارم بهترین ها براتون رقم بخوره. خب اول از همه براتون پرچم افتاده، پرچم صلح براتون دارم میبینم. انشالله اگر قهر ناراحتی دارین دیدار و ملاقات براتون افتاده و پرچم صلح رو در روی همدیگه قرار میگیری. دیدار و ملاقات و یک پرچم صلح براتون افتاده. دوستانیم که کسی هم داره به زندگیتون ورود میکنه، حالا برای دو تا نیت رو میتونیم جواب بگیم. هم صلح آشتی رو داره معنی میده، دیدار و ملاقات رو میتونه معنی بده. قهر میتونین باشین، دیدار و ملاقات باشین، سفر کرده باشین، مسافر باشین. ولی چون پرچم صلح افتاده معمولا دو نفری که با هم دیگه قهر هست، یا حالا مرتبط به هر احساسی که با هم دیگه دارین، متأهلین احساسی هستش، اعضای خانواده، به هر ترتیبی که هستین دیدار و ملاقات و آشتی براتون افتاده و یه شخصی هم داره به زندگیتون پا میذاره. ورود شخصی به دایره زندگیتون میتونه حتی معنی یک فرزند یا یک دوستی یا یک خواستگاری و ازدواج رو هم معنی بده. خب براتون دارم ببینم یه نفر از دل زندگیتون داره با موفقیت با راه دلی داره بیرون میره، پرواز کردن رو داره برای کسی میبینم. شخصی که از دایره زندگی شما با موفقیت راه دلی داری خروج میکنی به هر جا و هر مکانی که داری میری دیگه پاتو ببینی داری، البته که با چنگ و دندون هم داری میری، یعنی شرایطی برات مهیا شده که دیگه نمیخوای همچون موقعیتی از دست بدی، یا با چنگ و دندون یک فرصتی پیش آمده برات که نمیخوای از دست بدی و برای خروجت، حالا برای سفر، برای مسافرت، هر چیزی که قلبن شما رو باعث خوشحالیتون خواهد شد، یا توی یک شرایط رو برای خودت دیری با چنگ و دندون فراهم میکنی، بالاخره خروجت رو دارم میبینم، بالاخره از یک موقعیتی خارج میشی. اونایی که میخوای از یک فضایی که براتون با رضایت قلبی ترک بکنی، حالا مرتبط با هر مسئله خروج افتاده. خب حالا من نمیدونم، مثل یه شخصی دورا دور حواسش به شما هست، به چهار وعده، تا چهار وعده آینده شخصی میاد برای حمایت شما، ولی ببینید مثل چتر بسته ای میمونه. کسی میاد براتون مثل چتر، مثل سایبون، مثل حامی، مثل حمایتگر، به چهار وعده نزدیک. شخصی که الان چترش بسته است، یعنی هنوز هیچ چیزی کاری براتون انجام نداده، ولی ورود شخصی یا حمایت شخصی از تا چهار وعده آینده، از همون زمانی که شما فال میبینید، فال ها بدون زمان هستش، از زمانی که فال ملاحظه میکنی به چهار وعده آینده تا چای ممکنه یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، فردا این اتفاق براتون رخ بده، شخصی میشه حامی شما یا حمایتگر شما، مرتبط با هر مسئله و موضوعی که شما نیاز به یک حامی دارین، برای یک قدم، برای یک حرکت، برای یک زندگی، برای یک رابطه، برای یک کاری نیاز به حمایت شخصی دارین، تا چهار وعده آینده شخصی به حمایت شما یا چتر رو براتون باز میکنه، از این بستگی میاد بیرون، یا اگر بسته چترش رو دوباره براتون باز میکنه. نیت کنین دوستان، لطفا نیت کنین عزیزان. خب دیدار و ملاقات افتاده، ولی دیدار و ملاقات کی؟ کسی که دورا دور، الان اگه ببینید روش این ولی به این دستش به این سمت دارم میبینم، کسی که الان ترکتون کردی یا کسی که ازتون فاصله داری یا کسی که ازتون بود مسافت یا قهری یا کاتی یا جدایی، هر چه که هستش دارم میبینم، کسی که دلتنگ شماست، بیتاب شماست، حالا شخصی یا اشخاصی هستین یا شما در جمعی هستین، ولی شخصی که دورا دور در تنهایی خودش داره یاد شما رو میکنه، چشش دنبال شما داره، میدونه به سمت شما حرکت میکنه،
یک وعده یا یک مشکل داره برگردی یا تا یک وعده دیگه مشکلش حل میشه به سمتتون حرکت میکنه. مشکل که زیر پاش افتاد، یعنی برای رسیدن به شما یا برای دیدار و ملاقات یا برگشتن به جمع شما، یا شمایی که در یک جمع توی خانواده هستی یا در جای هستی ولی تنها نیستی، ولی شخصی که احساس تنهایی میکنه چشش دنبالتون میدوه، مشکلش برطرف میشه تا یک وعده آینده، یا تا یک وعده آینده شما با هم دیگه دیدار و ملاقات دارین انشاءالله. شاید کسی تنهاست، کسی هایی که تنها هستین یا تو تنهایی و انزوا هستین، خب یه هواپیما براتون افتاده و البته که از دست داریم فاصله میگیریم. دوستانی که نیتتون سفر، مسافرت، مهاجرت هستش، سفر دارم براتون میبینم، ولی سفری که ببینی هر جایی داری میری یه راه دلی جلو پاتون افتاده، پر پرواز راه دلی و یه مثلث عشقی یا یه چشم انتظار. پس شما به جایی دارین سفر میکنی، مسافرت، یا کسی رو جایی دارین، کسی چشم انتظاری که شما بیاین برین پیشش، یا اینکه دارین میرین پیش شخصی، یعنی یه گذشته دارین دارین میرین پیش شخصی، شخص سوم، یا کسیه که یک نفری هستش که منتظر شماست که چشم انتظارتونه. میتونه این شخص گذشته ای داشته باشه و الان منتظر ورود شماست به دایره ارتباطی یا زندگیش. پس یک سفر، یک مسافرت، یا کسی چشم انتظار، کسی رو تو جایی داره منتظر ورودتونه، قلب، دل، دلی، احساسی، قمخیش، خانواده، یا نه گذشته دار و چشم دیداری که براتون رخ خواهد داد. ملاقات پیرامون یک سفر، مسافرت، حالا شهر یا کشور، هواپیما معمولا کشوره. خب دوستانی که نیتتون بارداری هستش رو براتون لک لک دارم میبینم، یا پرنده یا حالا دقیقا لک لک به زندگیتون ورود میکنه، نیتتون بچه هستش، ببین لک لک که کیسه رو ول میکنیم این دست پایین، دقیقا بچه‌ای که به زندگیتون میاد شاید معجزه واری هم چه اتفاقی میفته، شاید اصلا خبر نداری الان باردار هستین، یا بارداری براتون دارم میبینم. دوستانی که نیتتون بارداری هست لک لک براتون و کیسه ای رو که براتون دارم میبینم بچه فرزند براتون افتاده. از این طرف اگه نگاه بکنی یه چرچه که واژگون دارم ببینم براتون میشه، ولی یه شخصی که به دادتون میرسه مرتبط با یک حامی، حمایتی که از شما دریغ داره میشه، شخصی داره به حمایتتون میاد مرتبط با کوزه پول، از یک نفر که حامی مالی شما بوده و الان حمایتش رو قطع از شما کرده، مالی، حمایت مالی، چتر مالیش رو بسته، شخصی داره میاد بیرون وارد ارتباط با شما یا زندگی شما میشه، کمکتون میکنه، مرتبط به کسی، از جایی پولی بهتون میرسه، شما رو از یک مضیقه مالی نجات میده. حالا کسی توی جایی دیگه دارین مرتبط به یک مسئله که یک نفر بوده، از جایی، از یک فضایی، از یک موقعیتی، کارتون، پولتون، جایی دستی بوده که پولی از جایی بهتون میرسه و دیگه قطع شده بوده، این پول دوباره به جریان میفته. حالا شخصی وایس با نیشه از جای پولی بهتون میرسه، از هر جایی که کوزه جلو پاتون داره میفته، به حمایت مالیتون کسی میاد انشالله. خب نیت کنین دوستان، نیت کنین لطفا. چشمای منتظر زیاد میبینم، انشالله که به زودی دوستانی که چشم انتظار هستین از این چشم انتظاری بیای بیرون به امید خدا انشالله. خب شخصی رو دارم میبینم که مرتبط با یک سقف، برای سقف کاریتون یا برای سقف خونتون که دلتون شاد بشه، کسی میاد که کمکتون میکنه، کسی به دادتون میرسه، کسی که برای سقف کاریتون، ببینید مرتبط به سقف کار، برای ورود به سقف کار، برای ورود به خونه بخت، برای خونه جدید، با وساطت کسی، با حمایت کسی، یا راه و قدم، مسیری که کسی براتون برمیداره، شما ورود به یک سقف میکنی. تاری کسی تعریفتونو میکنه، تمجیدتونو میکنه، توی سرگرفتن یک ازدواج، برای رفتن زیر سقف کاری، برای عقد قرارداد، هر چه که هستش، ببینیم به واسطه شخصی که ببینیم حرکت یا قدمی که کمک، کسی که چوبی دو دستش گرفته، مثل عصا، حامی، حمایتگر، عصای دست، شخصی که با حمایت شخصی سقفی که برای شما باز میشه، گشایش کاری مالی، یا میتونه مرتبط ورود سقف کارتون باشه، یا تو موقعیت کاری هستیم به حمایت کسی ارتقای کارتون هستش، کمکتون بیشتر میشه، و یا اینکه
وارد سقف خونه جدید ازدواج میخوای انجام بدین، نمیشه، سر نمیگیری، کسی میاد وسط، حامی میشه، پا میذاره وسط، کمکتون میکنه. و یا باز میتونه معنی خونه جدید باشه، میخوای بری سر یه خونه جدیدی، شرایطش مهیا نمیشه، ولی با کمک کسی این کار سر میگیره. ممکنه کسی، حالا این کسی شخصی یه جایی باشه، کسی، ارگانی، چیزی کمکتون، مثل وام، حالا قرض، هر بر ترتیبی شده کمکتون بکنی، یا سر نمیگرفته این خونه ولی سر گرفتنشو براتون دارم میبینم. شاخه گندم براتون افتاده و چشم انتظار رزق و روزی هستین، از یک چشم انتظاری پولی مالی به زودی بیرون میاد، یا به زودی پولی به دستتون میرسه که چشماتون شاد میشه و چشماتون انشاءالله که برق میزنه. اگر منتظر پول مال هستین، شاخه رزق روزی براتون دارم میبینم و از یک چشم انتظاری مالی به زودی بیرون آمدن افتاده. توی دل زندگی تعدادی از دوستان، اگر نیتتون هستش که شخصی که، حالا ببینید، من شخصی رو دارم ببینم که آروم آروم مثل لاک پشت داره حرکت میکنه، یا کسی که قراره به زندگیتون ورود بکنه میاد ولی مثل آروم آروم اساسه، خیلی محتاطانه. شخصی قراره به زندگیتون پا بذاره، خواستگاری قراره بدین، خواستگاری قراره بیاد، مسافری قراره بیاد، میاد ولی مثل لاک پشوار گامهاش یا مرتبط با حرکتی که بخواد انجام بده خیلی محتاطانه، یا به شما داره هشدار میده اگه مرتبط به یه کاری بخواید قدمی بردارین، کاری رو انجام بدین، یک مسیر حرکتی انجام بدین، مثل لاک پش قدم بردارین، آروم برین ولی گامهاتون رو محکم بردارین، جاپاتون رو سفت کنین، حرکت کنین تا به نتیجه دلخواه برسید. و یا شخصی که داره میاد، آروم میاد ولی وقتی بیاد درست سرمون میاد، قدمش رو محکم داره برمیداره. خب آرامش براتون افتاده، مرتبط به هر مسئله‌ای که شما به یک آرامش میافتین میرسین. آرامشتون مرتبط به راه دلی بسته است، دوست که راه احساسیتون بسته است، راه دلی پاتون رو این زیر پاتون راه دلی بسته شده. حالا این راه دلی بسته، ازدواج نمی کنی با کسی، دوستی نیست، الان قهر هستین، بینتون راه ارتباطی قطع شده، دیگه بینتون هیچی نیست، یا مرتبط به راه ازدواج، یا هر راهی که میرین و بسته است، به در بسته میخورین، راهی که تهش نتیجه نمیده ولی به آرامش رسیدنتون رو دارم ببینم. حالا میتونه مرتبط با احساسی دلی قاطی قطعی باشه، ازدواجی که سر نمیگرفته سر بگیره، یا مرتبط به راهی که براتون منتهی به آرامش میشه، پولی باشه، مالی باشه، هر چی که هست، به آرامش رسیدن رو دارم میبینم. دقیقی که براتون منتهی به یک قضیه احساسی دلی یا خوشحالی قلبی، شما رو به یک آرامش میرسونه به زودی انشاءالله، دوستانی که نیتتون این هستش. هر چیزی که دقیقی فکرتونه، خصوصا اونه که رابطه احساسیتون بسس یا ازدواجاتون سر نمیگیره، باز میشه، به آرامش میرسیم، دغدغه فکرتون و هم ریختگیتون برطرف میشه انشاءالله. خب بگیم، حالا نمیدونم، مثل تعقیب و گریز دارم میبینم، یا اینکه شما داری فرار میکنی، ببینین کلاهی که دارم میبینم و کسی که گریزونه، کسی که انگار کسی تحت تعقیبه. اگر کسی رو دارین که، حالا من نمیدونم، مشکل قانونی، مشکل حالا هرچی که هستش، ولی یه جای شما استاپ میکنی، ببینیم به یه جایی به استوب میرسیم و یه زیرش که براتون دارم میبینم، حالا قلبی که شاد میشه، مرتبط به راه دادگاهی، راه قانونی، یا راه تعقیب و گریز، یا پروسه دادگاهی قانونی، یا که پیگیری قانونی، هر چیزی که به تاخت داره به سمت دو، یا چون به تاخت داره میاد، یا مرتبط به یک مسئله قانونی. اگر شما چشم انتظار بودین و الان پشت سرتون، یعنی پشت کردین، یعنی اصلا انگار که دیگه قیدشو زدین، خوشحالی قلبی براتون نقش بسته، پس یا یه خبر قانونی، یا خبری که مرتبط به راه دادگاه و قانونی، یا مسئله‌ای که مرتبط به دادگاه قانونی هستش و شما پشت کردی به این قضیه، یا گریزون هستین، میترسین مرتبط به این قضیه قانونی، پشت کردین، جوابش رو نمیخوایی بفهمین، به تاخت داره اسب، سرشو ببینیم، به تاخت داری اسب به سمتتون میاد و شما انگار میترسین و نتیجه موضوعی میترسین، زیرش براتون دلتون شاد میشه، خوشحالی قلبی براتون نقش بسته، انشالله که خبری که موفقیت براتون داره و از این ترس و واهمه که داری، یا هر مسئله پیگیری قانونی داره، اخبار قانونی، نگران هستین، پشت کردین، نتیجهش ترس داره، براتون بیرون میاد. خب و دیگه براتون یه سقف براتون افتاده،
چشم دوختیم به یک سقفی. کسایی که میخواین سقفتون رو تغییر بدین تو فضایی که الان دارم ببینم به واسه البته بذار اینجور بهتون میگم، دور از جون بلا از خونه و خانواده ها دور بشه، تهیه سقف، به دست آوردن سقف یا از سقفی مالی به دستتون میرسه، چشم هاتون رو به این سقفیه که بهتون قرار مالی برسه. از دور جون بلا ازتون دور بشه، ولی از یک ارث، از یک میراث، کسی که قفل دراز به دراز اینجا خوابیده، از فوت شخصی، اگر چشم دوختین به یک مال، از یک صرف، از یک ارث، یک میراث، مالی قرار از یک صرف بهتون برسه مرتبط به فوت شخصی، چشم دوختی مالی که به دستتون انشاءالله میرسه. البته این مال قدری از دست زمان داره و قدری با تاخیر یا با وقفه به دستتون میرسه، ولی ببینید اینجا هم یه صندلی براتون افتاده. حالا این صندلی قدرت از شخص قدرت قدرتمندی، بالاخره به واسطه شخص قدرتمندی این به دستتون میرسه، میشه مثل قانون، دادگاه، اینجور جاها، یا اینکه این صندلی که پایه صندلی به پایی که اینجا دارم میبینم، یا شخص قدرتمندی مثل بزرگ یا ریش سفیدی پادرمیونی میکنه و زودتری مال به دستتون میرسه. پس با ریش سفیدی کسی، پادرمیونی کسی، بزرگتری یا نه، صندلی قدرت شخص قدرتمندی که به واسطه ایشون این مال و این سقف و این ارث به شما حقتون میرسه، به دستتون انشالله چه خیره براتون رقم بخوره به امید خدا انشالله. خب تلاش داری میکنی، سخت دارین تلاش میکنی، نتیجه تلاش های دسترنج تلاشتون رو دارم براتون میبینم، تلاشی که براتون ثمره میده و باعث خوشحالی قلبیتون میشه. حالا این تلاش زحمتیه که دارین برای هر چه که دارین میکنین تو کارتون، تو رابطه احساسیتون، توی هر مسئله و زندگی مشترکتون، هر چه که هست، تلاشی که ببینیم بهتون ثمره میده، نتیجه میده. میتونه پودک نتیجه تلاش کار قانونی باشه، میتونه تلاش زحمتی که داری برای کارتون، زندگیتون، احساسیتون، هر کسی که داری، برای هر چیز و هر کسی که دارین تلاش میکنی، ثمرش یه راه دلی و احساسی و خوشحالی براتون افتاده. و این خبرم به زودی بهتون میرسه که یه خبر از یک چشم انتظاری و یه خبر به زودی بیرون میاد. کبوتری که به سمت دسته داره به زودی براتون خبر میاره. دوستانی که چشم انتظاری خبر هستین یا منتظر زنگ، تماس، پیام، خبر از طرف جایی یا کسی یا ارگانی یا هر چه هستین، خبر به گوشتون به زودی خواهد رسید و حقوق، مزایا، دسترنج یا هر چیزی که قلبتون رو شاد میکنی یا تلاش کردین برای رسیدن به هدف دلیتون یا شخص احساسیتون نتیجه میده، ثمرش رو دارم براتون میبینم به زودی انشاءالله. شاید اون خبر همینه داره به دستتون میرسه یا خبر دیگه ایگه. نیت کنین دوستان، که دوتا نیت دیگه بیشتر نم، نیت کنین دوستان لطفا. خب سخت به سخت براتون دارم میبینم، باز این سخت افتاد ولی یه راه براتون افتاد، شما راهی میشین، راه و راهی که باعث قلبی شادی شما میشه، مرتبط به از یک سخت خروجتون رو دارم میبینم، مرتبط به یک سخت خروج میکنین ولی به جایی میرین که باعث رضایت قلبیتون میشه، در راه و مسیری که قدم برمیدارین باعث رضایت قلبیتون میشه. حالا کجا میخواین بشین، برین سفر، مسافرت، راهی شدن، مهاجرت، مسافرت، هر جایی که داری میری از سقف خونتون رو ترک میکنی و داری میری به یک راه و مسیری، سفری رو داری در پیش داری یا تو راه و مسیری که باعث رضایت قلبی شما قطعا خواهد شد انشاءالله. یه هفته موفقیت براتون افتاد یا رقم پولی به عدد 7 به دستتون به زودی خواهد رسید، به زودی. خب از این طرف اگه نگاه بکنیم، بذار اول من خودم ببینم دقیق بهتون بگم. خب شخص دروغگویی رو دارم براتون میبینم که داره به زندگیتون ورود میکنه، آقا یا خانمی رو دارم میبینم، لبت خندانه ولی بینیت خیلی دراز دارم میبینم، مرتبط به راه دلی و احساسی، لبت خندونه، شیطنت داری میکنی تو راه دلی، تو راه احساسی، تو زندگی، تو رابطه، تو هر شکستیش مرتبط به راه احساسی و دلی، داری شیطنت میکنی، لب خندانه شیطنت آمیزی که به سمت دستت به زودی برای اون طرف مقابلت رو خواهد شد، پنهانکاری که برملا خواهد شد. ببینید اینجا هم بینی بزرگ دارم میبینم، هم لب خندون شیطونی آقای یا خانمی، روبرتون شخصی هم که رو در رود قرار خواهد گرفت، یعنی دستت برای اون شخص رو خواهد شد. این لبخند شیطنت آمیزی که داری میکنی و شیطونی دلی و احساسی که داری میکنی تو رابطه، تو زندگی، تو هر مسئله که هستش، شخص مقابل متوجه شیطنتت به زودی خواهد شد. دقت کنید دوستان، نیت کنین عزیزان. خب صندلی براتون افتاده و ببینین کبوتری که به سرعت، کبوتر که نیست، مثل حالا یه
خبری دیگه، خبری که به زودی به گوشتون میرسه مرتبط با کار. حالا مرتبط با سقف کاریتون منتظر هستیم برای ورود به سقف کاری، برای صندلی پست، ریاست، مقام، قدرت یا برای ورود به بازار کار، هر چه که هستش، خبری که نوکش ورود که یعنی رسیدی، خبر به زودی به گوشتون قطعا خواهد رسید و شما رو از یک چشم انتظاری بیرون میاره. حالا میتونه ورود به سقف کاریتون باشه، میتونه مرتبط به صندلی کاریتون، پست و مقامتون باشه. یه خبر خوشحال کننده براتون دارم میبینم، خبری که خیلی تایم زیادی هم نخواهد برد، خیلی به زودی این خبر به زودی به گوشتون خواهد رسید. اگر بهتون بگم که مثل عدد یک میمونه از این و تا یک وعده آینده خبر به گوشت میرسه، تا یک وعده آینده مرتبط به پست، مقام، کار یا ورود به بازار کار براتون خبر افتاده. پولهای زیادی که دارم براتون میبینم ریز زیست قطار داره میشه به سمتتون داره میاد، هر جام هستش به یک سقفی داره ورود میکنه. اگر تو موقعیت کاریتون مشکل پولی داری یا مرتبط به مالی خونه به مشکل برخوردین، دارم میبینم که این پولهایی که قطار داره به سمتتون روانه میشه. شخصی هم باهاتون عداوت داری یا با کسی قهر یا دشمنی باهاتون داری یا با کسی اگر دعوا کردی، نزاع، خنز، مثل نیزه به دست کسی دارم میبینم که از زندگیتون داره میره بیرون، مثل دعوا، بحث، بگو مگو، یه قهری، یه کاتی، یه جدایی از دل زندگیتون یکی میره بیرون. پس دوستانی که مرتبط با یک دعوا، بحث، نزاع، حالا هر چی هستی، شخصی رو فعلا دارم میبینم، نیزنم روی حالا دوشش دارم میبینم، فعلا که دارم تازه داغه، هنوز گرمه، تازه داره خروج میکنه. پس کسایی که تازه قهر کردیم فعلا دارم شخصی که از زندگی تو داره خروج میکنه، حالا پسرتونه، برادرتونه، خواهرتونه، دخترتونه، شخص احساسی، شریک زندگیتون، خانم، آقایی که داره میره، فعلا دارم میبینم نیزی، فعلا عصبانیه، فعلا تو حالت عصبانیت داره دایره زندگی و ارتباطیشو با شما قهر داره میره بیرون. فعلا کاری به کارش نداشته باشین، فعلا داغه، الان نمیتونیم در موردش نظر بدیم، فعلا ترکشو دارم میبینم داره میره از شدت عصبانیت، یا تازه قهر کرده، داغه هنوز، انشالله که به زودی آتیشش خاموش میشه و برمیگرده انشالله اگر خیر. خب و نیت بعدیتون، بچه به بغل دارم میبینمتون، آقای خانمی که ببینید ریشه قلب، ریشه فرزندی که تو آغوشتون هستش دارم، وای چقدر زیبا، ببینید چقدر دو چیز کاملا متفاوت، یه زایش، یه فوت افتاده، تو رجون بلا ازتون، دور یک زنگوله شادی افتاده، رای دلی، الله اکبر، ببینید چه قشنگ براتون افتاده. ببینیم یه بچه‌ای که تولد یک بچه، موفقیت بچه، زایش بچه، تولد بچه‌ای که تو بغل و قلبی که شاد، ریشه‌ای که شاد میشه، قلب از یک ریشه، بچه‌ای که میاد تو بغلتون، این ولی یه زنگوله دور از جون، زنگوله کدری که خبر از یک اخبار بد، اخبار فوت، دور از جون فوتی، خیلی هست، اگه میگیم منفی رو نگو نمیتونم، چون خیلی هستن که میخوان اخبار منفی رو بشنون، خبری که به گوشتون که خط، اگه بگم خبر دور از جون فوت زودتر دارم میبینم، زنگوله فوت، و اینجا رو ببینی یه قلب راه دیدی که داره آویزون افتاد، داره میفته تو زندگی، یعنی زندگی، یعنی با همینه چرخه زندگی رو داره بهتون نشون میده، تولد، زایش، مرگ، ورود کسی به زندگیتون، یه رابطه ای، زندگی احساسی، دوستی یا احساسی، حالا یا دوستی یا خواستگاری داری میدین، یا خواستگاری که داره میاد، یا یه رابطه احساسی که شکل میگیره، یه جفت شدن، یه تولد، یه فوت. میبینین چرخه زندگی رو به چقدر زیبایی نشان داد؟ انشالله که اتفاقات خوبش فقط براتون رخ بده، ولی اگه من دور جون زنگوله فوت یا خبر فوت هم گفتم به واسطه که میخوان که بعضن. خب و اینجا رو ببینید چقدر قشنگ براتون نقش بسته، خانم یا آقایونی که مثل فرشته دارم ببینم بال در میارین، موفقیتی که چشمگیر در انتظار شماست، بالی که دارم براتون میبینم، از خوشحالی بار در میارین، فرشته میشین، فرشته نجات کسی هستین، به یک موفقیت چشمگیر میرسین، چی میشه، چه اتفاقی برات، یا با خوشحالی بال در میارین، اتفاق فوق العاده قشنگی در راه دارین، یا پرواز کردن مثل فرشته ها دارم میبینم اتون، حالا خانم یا آقایی که
مثل نیم تاجی که روی سرت، موفقیت بالی که به سرت دارم ببینم و پرواز داری میکنی، یه سفر داری، یه پرواز، یک مسافرت، یا فرشته، شاید اون فرشته بختت، فرشته اقبالت، فرشته از خوشبختی، از اقبالت داره صحبت میکنه، از خوش اقبالیت، موفقیتی که انشاءالله نصیب تک تکتون خانمه و آقایون بزرگوار خواهد شد، انشاءالله داره بهتون خبر میده. زمینه که کیسه دست تنگی رو دارم براتون میبینم و از زیبای کبوتری که براتون داره خبر میره که مالی به دستتون میرسه و دوستانی که تو مزیقه مالی هستین به زودی پولی به دستتون میرسه، باعث خوشحالیتون میشه. از یه ورقه نگاش بکنی مثل هواپیمایی میمونی که داره به سمتتون، از سمتتون میره، یعنی یکی از دل زندگیتون داره پرواز میکنه، مسافرت داره میره، یک سفر مسافرتی که کسی داره، ولی کسی که دلتنگشه یا سفر کرده داری یا داره راه رفتن شخصی رو داره از زندگی داره میره، و کسی که چشم دوخته بهش و چشم دوخته، کسی که از رفتنتون دلتنگه، حالا مسافرت، سفر یا قطعی کاتی، یه نفر دلتنگی شخصی رو داره نشون میده، ولی به همدیگه وصلین، از هم جدا ندیدم بتون، یعنی شما دوباره با هم دیگه وصل خواهی شد انشالله. و خب براتون دارم ببینم، برای اینکه دوباره به هم بچسبین یا دوباره به هم دیگه وصل بشین فرصت نیاز دارین، دقت کنین. اگر الان بین چند دو نفر فاصله افتاده، پشت کرده، دستایی که افتاد، دستایی مهم دستاتونه که بخواد به هم بپیونده، دو نفری که دوباره میخواییم با هم دیگه آشتی کنی توی کارت، رابطه، از تو دوستی، تو شراکت، دنبال یک فرصته، داره بتونی که به هم یک فرصت بدی، شاید دنبال یک فرصت، شاید یکی از طرفین که الان اینجا پشت کرده دارم میبینم منتظر یک موقعی فرصته، پس اگر دنبال یک فرصت هستی انشالله یک فرصت بهتون داده میشه، ولی به شرط اینکه این دستی که به هم میچسبه دستی که رها نشه. حالا این عهد، پیمان، قرار کاری، دوستی، زندگی، ازدواج، هر چیزی رو میتونه معنی بده، دستایی که داره به هم پیوند میخوره، پیوندی که انشالله دیگه از هم جدا نخواهد شد انشالله. فرصت میخواد، یکی از طرف این پشت کرده غمگینه، دنبال یک فرصته و این فرصت رو از دست ندید. خب و بذاری از این طرف، و یه راه احساسی دلی، دهانی که به روشنی براتون داره باز میشه، مرتبط به یه راه احساسی دلی، کسی هم که داره حالا با حالا سازی داره میزنه، مراسم جشن و شادی رو داره براتون میگه، با جشن و شادی یا ساز زنون یا از خوشحالیش، کسی که داره یه ایستوازی که سر خواهد گرفت، دهانی که براتون به شادی داره باز میشه، خوشحالی، هفت موفقیتی که براتون افتاده، قلبی که براتون دارم میبینم، نظر و نیازهایی که کردین یا شخصی که میخواد به زندگیتون ورود کنه نظر و نیازهایی کرده، و این راه دلی و احساسی باز خواهد شد. پشت سرتون هم خوب صحبت کردین یا در موردتون هم قشنگ صحبت دارم میکنم، به خوبی ازتون یاد دارم میکنم، ورود میکنی، داری میری خواستگاری، داری میری ازدواج رو دارم صحبت میکنم با موفقیت، یا تو هفت بعدی نزدیک این ازدواج رو خواهد داد، مثل هفت روز و اصلا به هفت ماه آینده من صحبت نمیکنم. خب و نیت آخر، لطفا نیت کنید دوستان، و نیت آخر چون میخوایم یه حافظم بخونم، لطفا نیت کنید. خب و مرتبط با یه سقفی که داره شکسته میشه دارم براتون میگم، مرتبط یه راه دلی که کلا بسته میشه، حالا ناسازگاری با هم دیگه دارین، سازش با هم دیگه ندارین، و راه دلی که بسته میشه، سقف دیگه ای که براتون دارم میبینم در انتظار شماست، یعنی اگه از یک سقف میرین بیرون، سقف دیگه در انتظار شماست، یه جدایی ولی یک ازدواج مجدد رو براتون دارم میبینم، یه دعوای نزاع، حواستون لطفا جمع باشه، دارم براتون تو یک فضای حال زیر یک سقف دارم بحثو بگو مگو براتون دارم میبینم، میتونه زیر سقف خونه باشه، میتونه زیر سقف کاریتون باشه، حواستون جمع باشه، چون رزق و روزی سر پول، سر مال، سر نمیدونم هر چه که هستش، پولم درش دخیله، یه بحث رو بگو مگو دارم ببینم، مواظب باشین، در کار بحث، دعوا، نزاع، و حالا یا مرتبط با یک سقف یا زیر سقف این اتفاق براتون رخ میده، بس داره بهتون هشدار داره میده. بازم میگم چون سری آخر و نیت آخره، هرچه ببینم بهتون میگم، آقایی که به زندگیتون داره ورود میکنه و آغاز یک رابطه، خواستگاری، ازدواج، آقایون داریم میرین، یا آقایی داره ورود میکنه براتون یه حرکت یا یک قدمی به دست یک آقایی براتون برداشته میشه، برای آقایون همین تفسیر داره، شاید حمایت کسی از طرف آقایی، ریسک نکنین یا
اگه سردرگم هستی و بلا تکلیف هستی، از کسی کمک بگیرید، حماقت نکنی، ریسک نکنی که پشیمانی براتون نداشته باشه لطفا. و از این ور دوستانی که خیلی تنها هستی، برگ تنهایی که براتون دارم میبینم، از تنهایی به زودی بیرون میای، از این ور یه راه سندی، یه راه دادگاهی سندی، ثبت و سندی به زودی سر و سامون میگیره و دل شکسته که مرهم میشه. اگر قطع امیدی و ناراحتی، مرتبط به یک مسئله سندی، امضا سند، تاییدیه، مهر، امضا، هر چی که باید میخورد، و ناراحتی، دلشکستگی دارم ببینم، تو دو وعده آینده یه راه سندی که دلشکستگی بابتش داری برات نتیجه خواهد داد. یه خوششانسی براتون افتاده، نعل قشنگی که شما رو از یک سردرگمی بیرون میاره، یک برد، یک موفقیت، یک خوششانسی براتون نصیبتون میشه و شما رو از یک بلا تکلیفی بیرون میاره. الان اگه تو چه کنم چه کنم هستین، از یک سردرگمی به زودی یه خوششانسی بیرون میاره. حالا چی یا چه کسی شانس باهاتون رو میاره. خلاصه خدا رو شکر. و از این طرف دو نفری که به هم دیگه قهر کردن، چشم آقا و لب دهن آقایی که اخوالو دارم میبینم، لب دهن خانمی که اشکون دارم، گریون دارم میبینم، به هم دیگه پشت کردین، دو تا چشمی که وسط دارم میبینم، یه شخصی با دپا درمیونی میکنه و ارتباط شما رو دوباره شکل میده، یا شخصی که دور و دور داره بین شما هست، یا شاید هم شخصی عاملی به هم ریختگی دو نفر هستش. دو تا چشمی وسط، خانم آقایی که پشت به هم دیگه کردین، خانمی که گریون، آقایی که اخمولو، اخ ابرو رو ببینید، دارم میبینم، دو تا چشمی وسطه، یا برای آشتیتون کسی داره ورود میکنه، یا یه نفری وسطه که شما دوتا رو میونتون رو به هم دیگه زده و باعث ناراحتی و به هم ریختگیتون شده. ولی تو دو وعده آینده، چه میونتون رو به هم زدن، چه با هم دیگه قهر کردین، تو دو وعده آینده آشتی و صلحو دارم براتون میبینم. یعنی اگه کسی هم خواسته خرابکاری براتون بکنه، یا میونتون رو به هم بزنه، یا به هم زده، حالا تو رابطه، تو دوستی، تو موقعیت کاری، هر چه که هستش، خانوادگی، به همه تونم زده، تو دو وعده آینده این قضیه حل و فصل میشه. یا اگه تو رابطه ای هستین و یه نفر پا درمیونی میکنه، تو دو وعده آینده ارتباطتون دوباره شکل میگیره. خب این از پاسخگوی به نیتهای شما از چای. خب بس با هم زمزمه کنیم. ای حافظ شیرازی، بر من نظر اندازی، من طالب یک فالم، تو کاشف هر رازی، تو را به جان شاخ نبات آیات قرآن قسمت میدم، راز فال من رو بگو. بسم الله. خب بسم الله، ببینیم چی به همون داره میگه. سرنوشت شما چنان است که از اولا شرک ساقی، ساقی بیار باده. اما ببینیم چی میگه. سرنوشت شما چنان است که از هر ناراحتی به شدت اظهار دلتنگی و از هر خوشی بیش از اندازه اظهار شادمانی میکنید. به همین جهت هیچ چیز و هیچ کجا شما راضی و قانع نمیسازد. هیچ چیزی. از این ور از اون ور، از این ور بوم میافتین، از اون ور بوم میافتین، در حالی که این دنیا سراسر اندوه و شادی است و خوش به حال کسی که دم را غنیمت بداند. مسئله که اندیشه و ذهن شما را مشغول کرده نیاز به زمان و موقعیت مناسب تری دارد. پس عجله نداشته باشید، بلکه از روی حوصله و دقت توأم با آگاهی و سرعت عمل اقدام کنید و از اساتید و استاد و راهنمایی کمک بگیرید. به یکی از مشاهیر متبرکه بروید و نیاز خود را با خداوند در میان بگذارید و نذر کنید که گشایش بسیار است. حافظ زمان حال شما را در بیت اول می‌فرماید. حالا شعری که گفته و در نهایت میگه فرزندم چه کردی که چنین دچار اعتراض شدی؟ مسافرت مفید است، زیرا مسافرتی موفقیت آمیز در پیش دارید. خرید و فروش تفاوتی ندارد، بیمار و ازش به همین صورت باقی میماند. قرض داده میشود و تغییر مکان با تعمالی انجام میگیرد و مسافر فعلا مشغول کار خود میباشد. فرزندم خداوند مخالف سه چیز است: پرگویی، پرخوابی و پرخوری، و شفاعت سه گروه پذیرفته می شود: پیغمبران، علما، شهیدان. پس برای موفقیت و کامیابی با آنان باش. از سر و صدا صداهای او ترسی، از سر و صداهای او ترسی نداشته باشید. وی مانند خرگوش می دود و مانند آهو عمل می کند و مانند زنبور نیش می زند. پس شما نباید از میدان بروید، چون بیش از آنچه شما فکر می کنید وی محتاط است و ترسو. پس نترسید و اقدام کنید، زیرا آینده در دستان انسانهای عاقل است. شما رو داره میگه. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان، تا دیداری من، خدا نگهدار. پاکدی آرزو.